در رابطه با جواز سعی و مسائلی با هم حل میکنیم. ببینیم چگونه است این مسائل. مثال اول ببینید، مجموع جواب معادله براکت ایکس دو من آیه سه تا جواز سعی ایکس درون هم رفته به اضافه دو مساوی با صفر را بیابید. خب ما میگیم از خواص و ویژگی های جواز سعی کمک میگیریم. سه تا براکت ایکس بنا به ویژگی 7، چون براکت جواز سعی ایکس قادر از جواز سعی خارج بشه، میشه سه تا جواز سعی ایکس به اضافه دو. ببینید حالا از روش مجهول معاون کمک میگیرم، جواز سعی ایکس را تی فرض میکنم، تی دو من آیه سه تی به اضافه دو مساوی با صفره، مجموع ضرایب این معادله درجه دو صفره، یا یه ریشه یک، یه ریشه سی آم یا دو هستش. اگه تی یک باشه یعنی جواز سعی ایکس یکه. ویژگی شماره یک، اگه جواز سعی ایکس برابر ان بود، ایکس بین ان و ان به اضافه یکه. جواز سعی ایکس برابر دو بود، یعنی ایکس بین دو و سه. ببینید پس اینجا ایکس بین یک تا دو از سمت یک بسته، ایکس بین در حقیقت دو و سه از سمت دو بسته است. اجتماع این دوتا جواب، جواب در حقیقت یک تا سه از سمت یک بسته رو به شما نشون میده. خیلی ساده بود، از ویژگی هفت استفاده کردم و ویژگی یک. خروج سه تا جزء سعی از داخل براکت میشه سه تا جزء سعی ایکس، و براکت ایکس جاش تی تا مجهول معاون جایگزین کردم و مقادیر و مجهول ایکس رو پیدا کردم. مثال بعدی ببینید، برد تابع اچ ایکس مساوی با رادیکال زیر رادیکال ایکس من آی سه تا جزء سعی ایکس سوم جزء سعی بسته به اضافه 4 را بیابید. برد تغییرات ایگرگ بود، میخوایم کمک خواص جزء سعی کمک بگیریم اونو پیدا بکنیم. این مگه عبارت زیر رادیکال نیست؟ ایکس من آی سه تا جزء سعی ایکس سوم به اضافه 4. بیایم از سه این دوتا فاکتور بگیریم، میشه سه تا پرانتز x سوم منهای جزء سعی x. این یعنی خاطره ما رو میندازه ویژگی 4، هر تابع منهای جزء سعی خودش، یعنی تابع جزء اشاریه مثبت. خب شما میدونید هر تابع منهای جزء سعی خودش حتما من 0 تا 1 بود. خب حالا بیایم بالا رو بسازیم، طرفه رو در 3 ضرب میکنیم، ببین میشه 0 و 3، به طرف این 4 واحد اضافه میکنیم میشه 4، ببینید 4 و عبارت به اضافه 4 و 7. خب حالا از طرفین این جذر میگم، رادیکال میگیرم، رادیکال 4 میشه 2، اینم میره زیر رادیکال، اینم میشه رادیکال 7. این یعنی تغییرات ایگرگتون، برد تابع یا ایگرگتون آر اچ بین بازه بسته 2 و رادیکال 7 بازه، پس برد به راحتی تعیین شد. یه مثال دیگه حل میکنم. مثال، در چه ناحیه مثلثاتی تابع اچ ایکس مساوی با رادیکال کوسینوس ایکس بنای جزء سعی سینوس ایکس تعریف نشده است؟ یک، ناحیه اول، دو، ناحیه دوم، سه، ناحیه سوم، چهار، ناحیه چهارم. ببینید تو این مسئله گفته کجا تعریف نشده است، یعنی زیر رادیکال با فرج زوج باید منفی بشه در حقیقت. پس من میام میگم کوسینوس ایکس بنای جزء سعی سینوس ایکس منفی. شما حل این نامعادلات رو نخوندید، ولی از روش هندسی بلدی حلش کنی. میبری جزء سعی سینوس ایکس رو اونور، میگی کجا نمودار کوسینوس ایکس بالاتر از نمودار جزء سعی سینوس پایینتر جزء سعی سینوس ایکسه، یعنی کجا جزء سعی سینوس ایکس بالاتر قرار میگیره. خب مجبور میشم تابع کوسینوس ایکس و جزء سعی سینوس ایکس رو رسم کنم. اول یادآوری میکنم ترسیم جزء سعی سینوس ایکس، سینوس رو رسم میکردیم، نقاط کمکیش رو خود کمکی و توپراش رو میذاشیم، تصویراش رو انجام میدادیم، شکل به این ترتیب به دست میومد. بهتر بود که شما این شکل رو حفظ باشید. این جزء سعی سینوس ایکس، سپس خود کوسینوس ایکس رو رسم میکنم، از یک شروع میشه میاد، شکلش این میشه. کجاها رنگ قرمز بالاتر از رنگ آبی است؟ ببینید اینجا پایین تره، اینجا بالاتر قرار میگیره و اینجا دوباره قرمز پایین تره، یعنی اینجا پی دوم، اینجا پی، یعنی در بازه پی دوم تا پی حتما زیر رادیکال با فرج زوج چی میشه؟ تعریف نشده میشه. از پی دوم تا پی یعنی ناحیه چند دوم مثلثاتی؟ دوم. یعنی با ترسیم جزء سعی کوسینوس ایکس و جزء ترسیم خود کوسینوس ایکس بررسی کردم کجا نمودار جزء سعی سینوس ایکس که قرمز بوده بالاتر از رنگ آبیه قرار میگیره و مقدارش به دست میاد.